حقیقتا حال نداشتم از خونه برم بیرون. من خواست کلاسم یه جور بپیشونم. دیگه انقدر تو تخت قل زدم و اینا دیرم شد. اینو بهتون بگم. آقا من اومدم در خونه برم بیرون. بعد یا گفتم هم دستشویی رفتم و برگشتم. بعد تو این فاصله یادم افتاد که کیفمو که عوض کردم، کیف پولمو جا گذاشتم. داشتم اینا کیف پول میرفتم دانشگاه دیگه خلاصه. ولی خب خدا رو شکر یادم نرفت برداشتم. آقا بعد اهمیت کیف پول کجا بود؟ اگه نمیدونی این که همه کارت و همه چیم توش بود دیگه. بازم دارم صدا میادم. خب آقا من دیگه تا اومدم خونه و دوش گرفتم و یکم استراحت کردم و دور خودم گشتم و از این داستانا شب شد. بعد الانم چهارشنبه سوریه بیرون جنگه، نمجور دارن ترقه میزنن بوم 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 خیلی بد. یه هم مثلا میزن آدم میپره بالا. خلاصه که گفتم امروز من ولاگ بگیرم، ولی در کل میدونی من پوینت ولاگ رو درک نمی کنم. یعنی مثلا خب آخه من نمیتونم مثلا بیام از اتفاقای توی خونه بگیرم که بعدم این اصلا یه بخش از زندگی مثلا امروز من بودا. فکر نکنی مثلا من هر روز هم ساعت 7 و 8 بیدار میشم پادر میشم میرم بیرون و اینا، اصلا اینطوری نیست. من تا زور میخوابم، تا لنگ زور خوابم. البته اصلا هم خوب نیست، ولی آره من همش تا زور خوابم، کلن انرژیم خیلی کمه. حالا مثلا دارم سعی میکنم که یکم خودم تقویت کنم، انرژیم بیشتر بشه و اینا، ولی معمولا زیاد میخوابم. دیگه گفتم ولاگ بگیریم یکم مثلا همطوری خودمونی حرف بزنیم و اینا، چون که نمیدونم حس کردم یه جوریه اگه بیام همینطوری حرف بزنم جلوی دوربین شادم نباشه. صدای ترقه رو میشنبی؟ نمیدونم چون هنسفیری دارم شاید معلوم نباشه و خیلی زیاده، خیلی زیاده. خلاصه که گفتم که بیایم یکم حرف بزنیم با هم چون دوست دارم اینطوری حرف بزنم. امروز اومدم برم دانشگاه، بعد هی صبح یه حسی بهم اینجوری بود که نرو، مثلا چون هفته پیش رفته بودم تشکیل نشده بود، بعد اینجوری بودم که حالا هفته آخر عید کی میاد تشکیل نمیشه. بعد دیگه خلاصه پاشادم رفتم، گفتم که نخواب مثلا یه استاده میاد یا برو یه چیز یاد بگیر از این داستانا. دیگه بلند شدم رفتم دانشگاه و اینا، بعد اولش استاد نیومد، فکر کنم مثلا یه نیم ساعت دیر اومد. و اینجوری بودم که وای، من گفتم نیام دانشگاه چون من همه کلاسام که حضوری نیست که آنلاینه همش، و مثلا به خاطر یه کلاس که بازیگری بود چون عملیه اون حضوری شده، با بلند شدم میرفتم دانشگاه. و من اینجوری بودم که آقا نمیخوام مثلا برم و اگه برم دوباره باید کلی راه برگردم، چون زیادم از یه ساعت تو راه هم، مثلا یه ساعت خورده من تو راه هم. دیگه خلاص رفتم و خودش استاد دیر اومد ولی اومد خدا رو شکر. و دیگه یه سری حرف زد و یه سری تمرین انجام دادیم و اینا. اون تمرین و اینا رو براتون فیلم نگرفتم، دیگه بعد کلاسم فیلم گرفتم. خوب بود، کلاس خوبی بود. و مثلا بچه‌ها مثلا میگفتن خب مثلا هفته قبل تشکیل نشده بود دیگه، بعد الان اومدن گفتن که خب مثلا با 4 نفر که کلاس تشکیل نمیشه، کاش مثلا نمیومد ما میرفتیم مثلا دنبال کارمون و اینا. میخواستم بگم آقا مثلا اینطوری نباشید دیگه، خب شما الان برنامه ریزی کردین، مثلا اون کلاس اون تایم برداشتین، مثلا میخوای بری خونه چیکار کنی؟ میخوای کلاس نباشه چیکار کنی؟ کلا بچه های ما خیلی دوستان از زیر کلاس در برن. حالا من خودم اینطوری هم، فکر نکنید مثلا من چیز نیستم، منم خیلی وقتا کلاس همو نمیرم. کلاستون رو برید، نکنید اینجوری. حداقل حالا شاید دانشگاه مثلا اونقدر چیز خاصی نداشته باشه، اونقدر چیز یاد ندن، شاید مثلا شما از بیرون نمیدونم بیشتر چیز یاد بگیرین، ولی خب اونم به هر حال پوینت های مثبت خودش رو داره. یه سری چیزایی یاد میگیری که توی مخصوصا دانشگاه هنر اینجوریه دیگه، مثلا چیز خاصی یاد نمیدن، ولی خب مثلا یه جمله یه کلمه که میگه مثلا تو رو به فکر وامی داره و باعث میشه چیزای بیشتری یاد بگیری. و
برای همین نکنید این کار رو دیگه. شما این همه هزینه کردین، وقتتون رو گذاشتین، بعد مثلا حیف کلاس ها رو نرین. مخصوصا دانشگاه های مثلا آزاد و دانشگاه های غیر انتفاعی مثل دانشگاه ما، که من دانشگاه سوره درس میخونم. خب چون ما پول میدیم، پول همه این کلاس ها رو از همون گرفتن، دونه دونه این کلاس ها اگه نریم خب پولمون سوخت میشه دیگه. مثلا شما یک کلاس بیرون، ورکشاپی چیزی ثبت نام میکنین، همش رو میرین. بوم بود که بوم بود. آره داشتم گفتم خیلی بده، نمیدونم صداش میاد چون من هنسفری دارم یا نه، ولی خیلی بده. داشتم گفتم که مثلا ورکشاپ پول میدین، خب میرین همه جلساتشون که پولتون سوخت نشه. من کلاس زبان مینویسید، همه جلساتشون همه جلساتشون میرین که پولتون سوخت نشه، ولی مثلا دانشگاه رو میپیچونین. اینا خلاصه این کارو نکنین، کار خوبی نیست. من ترم آخرم از تجربه هام دارم به شما میگم. خلاصه که خوبه دانشگاه، ولی ما که همش سه ترم رفتیم، بقیه‌اش آنلاین شد، ولی بازم دوران خوبی بود. بعد اصلا حالا اینا به کنار، من اصلا چیزی که میخواستم در موردش صحبت بکنم اینا نبود، ولی امروز که مثلا رفتم دانشگاه اینا به ذهنم رسید که بیام به شما هم بگم. آقا من میخواستم در مورد این صحبت بکنم. من خیلی وقت دارم به این فکر میکنم که موفقیت چیه، چون مثلا موفقیت یه چیزیه که ما هر کدوم یه تعریفی براش داریم دیگه. خب مثلا من قبلا خیلی دوست داشتم که معروف بشم، الانم دوست دارم، ولی قبلا مثلا یه جور دیگه ای دوست داشتم، مثلا اینکه هدفم بود، یا مثلا اینکه مثلا برم دانشگاه یکی هدفم بود. بعد این فکر کنم که خب من چقدر تا الان موفق شدم، خب شاید به همه هدفام نرسیده باشم. خب الان اینکه رفتم دانشگاه و مثلا داره درسم تموم شه، این خودش یه موفقیت به حساب میاد. کلن تعریف موفقیت چیه؟ خلاصه من خودم به نتیجه خاصی نرسیدم، فقط خواستم که بیام مثلا با شما صحبت کنم، شما هم نظرتون رو به هم بگین. ولی یه چیزی که خیلی جالبه اینه که موفقیت برای هر کسی تعریفش متفاوته. یکی دوست داره پولدار بشه، یکی دوست داره شغل خوبی پیدا بکنه، درآمد عادی هم داشته باشه، یکی دوست داره معروف بشه، یکی دوست داره توی کار، تو اون بخشی که کار میکنه خیلی معروف بشه. هر کسی یه چیزی رو دوست داره. بعد من مثلا کوچیکتر که بودم اینجوری فکر میکردم که اصلا خب موفقیت اینه که مثلا من الان برم دانشگاه قبول شم، به یه بخش از چیزی که میخواستم رسیدم، مثلا رشته‌ای که میخواستم و قبول شدم، و خب به نظرم این یه بخشی از موفقیت بود. ولی خب هنوز به اون جایی که واقعا دلم میخواست هنوز نرسیدم. بعد به این فکر کردم که خب موفقیت مقطعیه، یعنی تو هر مقطعی یه آرزویی داری و وقتی بهش میرسی احساس موفقیت میکنی. من خب نشستم درس خوندم و به اون رشته‌ای که میخواستم و دانشگاهی که جز دانشگاه‌های خوب بود رسیدم. یه بخش از اون چیزایی که آرزوشو داشتم خب هنوزش نرسیدم. الان خب خیلی نظرم فرق کرده نسبت به همه چیز و کاری که میخوام انجام بدم. شاید اصلا نخوام من توی اون زمینه‌ای که قبلا میخواستم فعالیت بکنم، یا شایدم بخوام، اینشو نمیدونم، ولی یعنی میدونم نمیدونم، ولی خب دیگه حالا تو ویدیو نمیگم. ولی به نظرم موفقیت یعنی که تو به یک جایی برسی که حالت اونجا خوب باشه. ممکنه حتی به اون چیزهایی که میخواستی نرسیده باشی، ولی ممکنه بهترش رو بهش رسیده باشی. و وقتی که تو توی اون مقطع حالت با اون چیزایی که بهش رسیدی خوب باشه، این یعنی موفقیت. اصلا مهم نیست که دیگران چی میگن. مثلا میگن که این میخواست دکتر بشه، بیچاره قبول نشد کنکور، ولی تو به نظر خودت اصلا اون رشته‌ای که قبول شد خیلی بهتر از پزشکیه، پس تو موفق شدی، تو تونستی به یک جایی برسی که حالت خوب باشه. که پولدار بشی مثلا میتونه موفقیت باشه برای هر کسی. خب هر کسی پولدار باشه حالش خوبه، میتونه نیازهای عادیشو برطرف بکنه، میتونه بره مسافرت. حال ممکنه یکی اصلا براش پول زیادی مهم نباشه. خب بازم آیه نیومده که آقا اگه پولدار بشی فقط آدم موفقی. نه، در واقع تو هر جایی که حالت خوب باشه موفقی. اصلا هم به حرفای دیگران نباید اهمیت بده. بچه ها رینگ لایت هم نمیدونم چشه خاموش میشه واسه خودش، یعنی اصلا حسابم خورد کرده، برای همین
تا یه جایی ویدیو میبینید که نور هست، بعد از یه جایی به بعد میبینید که نور کمتر شده. خلاصه که دوستشم اینطوری باهاتون صحبت بکنم، گفتم که بیام در قالب ولاگ و یه قسمتشم خودم بشنم صحبت کنم. اگه از اینجور صحبت ها دوست داریم به هم بگیم، با هم نظرتتون رو به اشتراک بذارید و من اگه که کامنت برام بذارین میگم در مورد کامنت هایی که گذاشتین مثلا صحبت میکنم. بچه ها من دفعه اولی که دارم میام رو پشت بوممون و مامانم اومد، وای نفسم گرفت از بلا اومدم بالا، مامانم اومد بچه هاشم سوری. الان میخوام بهتون نشون بدم دیگه خودم پیدا نیستم. آقا امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. چهارشنبه‌تون مبارک. مواظب خودتون باشین. البته وقتی من ویدیو رو پست میکنم تموم شده چهارشنبه سوری، ولی همین دیگه. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. خدافظ.